نرمیاد از من. به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما. این بار با یک کشتی بسیار جذاب از کشتی آزاد وزن سنگین وزن 125 کیلوگرم از رقابت‌های انتخابی تیم ملی در خدمت شما هستیم. بریم ورزشگاه آزادی تا کشتی امیرحسین زارع و امیر توایی رو با هم ببینیم. امیرحسین زارع با دوبنده آبی اهل استان مازندران شهر آمون و امیر طاهری هم با دوبنده قرمز اهل تهران هر کشتی که فینالیست شدن و برنده این رقابت صاحب دوبنده تیم ملی میشه. با دید که چه عملکردی کشتی از خودشون نشون میدن. امیرحسین زارع در کشتی قبل خودش یدالله محبی پرویز عادی شکست داده و با اقتدار راهی فینال شد. امین طاهری هم با انصراف یدالله محبی به فینال اومد. عملکرد امین طاهری هم در این رقابت خوب بود، اما امیرحسین زارع علاوه جوانی خودش بسیار خوب تونسته کار بکنه تا اینجای کار. از المپیک نوجوانان سال 2018 تا به اینجای کار نشون دادی که کشتی که 6 دانگ هستش با وجود وزن سنگینش همانند یه سبک وزن کشتی میگیره. زارع میپردازیم فعلا به کشتی. تو کشتی گیری دستی هم کار میکنن. زارع میگه یک لحظه پای تایی از دوشه خارج کنی که موفق میشه. یک امتیاز میگیره، 1% به نفع امیرحسین زارع. میامه وسط دوشک دستای هم دیگه کشتی در سرشاخ دارن کار میکنن. هر دو دارن میجنگن، هر دو میجنگن برای کسب دوبنده تیم ملی، چون این کشتی دیگه کشتی آخر هستش. یک رزومه از امیرحسین زارع و امین طاهری خدمت شما عرض میکنم. امیرحسین زارع دارنده مدال طلا امیدهای جهان، نقره جوانان جهان و نقره المپیک نوجوانان هستش. و امین طاهری هم دارنده مدال برنز آسیا و مدال برنز امیدهای جهان. امیرحسین زارع رابطه خوبی هم با سرمربی تیم ملی داره، چون که در رقابت‌های تیم ملی نوجوانان هم شاگرد ایشون بوده در تیم ملی و البته خوب هم خودشون نشون داده و حقش یک کشتی 6 دانگ هستش. و امین طاهری هم برادر همسر علیرضا رضایی دارنده مدال المپیک هستش. حالا دو کشتیگی اومدن تا با هم کشتی بگیرن. باید ببینیم نتیجه کار چی میشه. همه از زارع توقع دارن، چون که زارع شکست گنو پتروشویلی و برلماخوف رو در کارنامه داره و البته شکست دو بزرگ این وز پرویز هادی و یدالله محبی رو هم همونطور تونست این دو کشتی رو شکست بده و همه از زارع توقع دارن. تا اینجا کار عمل کرده بسیار خوبی داشته. حالا باید ببینیم نتیجه کار چی میشه. تا اینجا 1% به نفع زارع. میپردازیم به کشتی. دو کشتی راستای همدیگه کار میکنه. هر دو کشتی که جنب و جوش دارن، هر دو جنب و جوش دارن. حالا اینجا وقت 3 ثانیه استراحت فرا میرسه، کشتی‌ها میرن نزد مربیان خودشون. امیرحسین زارع با وجود اینکه وزنش کمتر از 125 کیلو هستش، حدود 115 کیلوه، اما 6 دانگ کشتی میکنه که همانند یک سبک وزن فن اجرا میکنه. اما در کشتی با طاهری تا اینجا کاری از پیش نبرده به دلیل حساسیت بالای کشتی و اینکه طاهری هم راه نمیده. هر دو فینال اومدن و به این راحتی ها نمیخوان ببازن. جلو هستش زارع، ولی نمیشه به این امتیازات تکیه کرد در رقابت‌های بزرگ. حالا یک بار دیگه تلاش میکنه، پای طاهری از دوشک خارج میکنه، 2 امتیاز میگیره. البته خارج کردن پای حریف هم از دوشک قدرت بدنی فوق‌العاده میخواد که بتونی حریف رو از دوشک خارج بکنی که زارع این قدرت بدنی رو داره. حالا طاهری هم داره سعی میکنه که فرصتی پیدا بکنه برای اجرای فنون. ببینیم میتونه از سد زارع جوان و پرقدرت بگذره یا خیر. تا اینجا که بازنده هستش طاهری، اما اگر یک خاک بکنه برنده است. چون امتیاز 2 هشت خواهد گرفت و نتیجه کشتی تغییر میکنه. سرشاق یک لحظه هول میده تاهی رو که عمدی هم در کار نیست. حالا تاهی تلاش میکنه پای زارع از سرشاق خارج کنه که نمیتونه. زارع اجازه کار بهش نمیده. نقاط بسیار حساسیه تا اینجا که فن خاصی هم اجرا نشده. بسیار بسته کشی گرفتن هر دو، اصلا نمیخوان ریسک بکنن. هر دو دستایی هم کار میکنن، هر لحظه تلاششون بیشتر میشه، هر لحظه رو به جلوتر میجنگن. مخصوصا امیرحسین زارع جوان البته نباید فرقی بکنه چون هر دو ایرانی هستن. حالا خدمت شما اسامی اعضای کمیته فنی رو اعلام بکنم. آقای محسن کاوی، محسن فره بشی، مجید تورکان، ابراهیم مهربان، محمدحسن محبی و اوویس ملا قرار بود که سرمربی محترم و مربیان دیگه هم باشن. به دلیل ابتلا به ویروس کرونا آقای غلامرضا محمدی، مهدی تقوی و عباس حاج‌کنایی در سالن حضور ندارن. اینا هم از کمیته رئیس محترم فدراسیون علیرضا دبیر هم در سالن حضور دارن. می‌پردازیم به کشتی. همچنان دو کشتیگی دارن می جنگن، هیچ کدوم کوتاه نمیان. طاهری هم داره کوشش میکنه، از پا نمی ایستن. در سنگین وزن اجرای فنون دشوار هستش، اما خب زارع نشون داده که میشه در سنگین وزن هم فن اجرا کرد و تماماً به یک سبک وزن رو به جلو کشتیه. همچنان برنده امیرحسین زارع به 2 امتیاز مقابل امین طاهری. امین طاهری هم داره دنبال فرصت میگرد برای اجرای فنون. روی دستایی هم کار میکنن، از پا نمی ایستن، هیچ کدومشون از پا نمی ایستن. باید دید که نتیجه این کشتی چی میشه. همه از زارع توقع دارن، اما خب طاهری هم اومده خودش رو نشون بده، هیچ کس برای باخت نمیاد. یک لحظه خمو در اختیار میگیره زارع، ببینیم چیکار میخواد بکنه. طاهری یه بار کندر میاره بالا. آفرین به طاهری، از فرصت به خوبی استفاده کرد و کنده زارع رو برد بالا. حالا زارع با 2 بار خارج کردن پای حریف از تشک 2 امتیاز با یک خاک 4 امتیاز پیش هستش. امیر توایی 2 امتیاز. تا اینجا نتیجه کار 4-2 که مربیان مازندران درخواست بازبینی میکنن. بازبینی فیلم معتقدن که اشتباهی صورت گرفته. طاهری هم نباید حرکتی انجام بده و باید سکوت بکنه و به رأی داوران باید احترام گذاشت. به هر حال مربی مازندران هم میخواد به شاگرد خودش کمک کرده باشه. منتظر نتیجه بازبینی فیلم هستن. همچنان باید دید که آیا رأی مربی مازندران درست هستش یا خیر. اگر درست باشه همون 2 امتیاز خاک رو فقط به زارع میدن و 2 امتیاز کنده رو دیگه به طاهری نمیده. همچنان منتظر هستیم تا رأی ها اعلام بشه. تا اینجا رأی اعلام نشده و نفس ها در سینه هر دو مربی حبسه. رقابت حساس و داره اهمیتی هستش. حالا یک لحظه دو کشتیگیر نشستن کنار هم. بله، رأی داور اعلام میشه و برنده کشتی طاهری میشه. داور دستش رو به عنوان فرد پیروز بالا میبره. زارع شکست میخوره اما چیزی از شایستگی هاش کم نمیشه. متشکرم که کشتی جذاب نگاه کردید. امیدوارم لذت برده باشین. تا کشتی های بعدی خدا نگهدار شما.